من که خسرو خروش هستم، متولد 1320 در تهران. زادگاه من در کوچه وزیر نظام در یکی از محله‌های قدیمی تهران بود. دوران کودکستان رو در مدرسه دبستان، دبیرستان و کودکستان ایران سپری کردم و تا سال دوم ابتدایی در اون مدرسه تحصیل می‌کردم. بعد منزل ما از اون محل منتقل شد به امیریه و دو سال هم در امیریه بودیم. بعد از دو سال منزل ما منتقل شد به شمیران در روز و تا پایان دوره متوسطه در روز بودم. اینجا منزل ما بود در 32 سال پیش. من از سن کلاس چهارم ابتدایی تا پس از اتمام دوره دانشکده تا سن 32 سالگی در این محل زندگی میکردم و خاطرات از دوران کودکی تا دوران دانشکده و پس از اون رو برای من زنده کرد. امروز این منزلی بوده که الان به کلی ساختمان جدید جایگزین شده و یه ساختمان قدیمی یک طبقه بود زمانی که من زندگی می‌کردم.
سال 1341 وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم و در رشته نقاشی مشغول به تحصیل شدم. همزمان با ورودم به دانشکده در کلاس‌های آزاد خوشنویسی وابسته به وزارت فرهنگ و هنر سابق مشغول فراگیری خط نستعلیق شدم. استاد من مرحوم استاد سید حسین میرخانی بودند و مراحل مختلف آموزش رو زیر نظر ایشون طی کردم و پس از اتمام دوره خوشنویسی و دانشکده به خدمت وظیفه اعزام شدم. 18 ماه رو طی کردم و بعد از اون هم یک سال سفری به کشور انگلستان داشتم که در این مدت یک سال در زمینه نقاشی تحقیق میکردم، مطالعه میکردم و یه چند ماهی هم در اروپا موزه ها رو دیدم و به ایران بازگشتم. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. البته زندگی به نظر من انقدر وسعت داره که با هر ابزاری به هر شکلی که باشه قابل تصویر نیست،
مگر اینکه ما از یه بعد خاص یا از یه دیدگاه خاص بخوایم بهش نگاه بکنیم و همه خطا زیبا هستن، ولی همونطور که گفته شده که خط نستعلیق عروس خطوط اسلامیه، واقعا بخشی از زیبایی هایی رو که در دنیای اطرافمون ما ببینیم، میبینیم این به شکل کلمات نستعلیق در آمده و از قنچه گل گرفته تا پرنده و سایر زیبایی هایی که در طبیعت اطراف ما وجود داره، اینها به صورت فرم هایی در خط نستعلیق ظاهر شده که به سلیقه بنده برای بیان بعدی از زندگی همون خط نستعلیق رو انتخاب میکنم و فکر میکنم که کامل ترین خطوط باشه. بالاترین عاملی که انسان رو وابسته به دنیای محیطش و اطرافش میکنه و بهش انگیزه حیات میده، عشقه به نظر من. و عشق به درجات مختلف در تمام موجودات و تمام مخلوقات زمین وجود داره و ارزشمندترین هدیه الهی به نظر من است. محبت یکی از عالی‌ترین خصلت‌های انسانیه و اون هم به موازات عشق در انسان به وجود میاد. یعنی عشق وقتی که کامل میشه، وقتی که در تمام ذرات وجود انسان ریشه میدوانه و جایگزین میشه به صورت محبت، به عنوان یعنی معنی عام کلمه تجلی پیدا میکنه. به نظر من محبت یکی از عالی‌ترین خصلت‌های انسانی و انسان هرچه کامل‌تر باشه مهر و محبت در دل او بیشتر به وجود میاد. همونطور که دیدگاه های افراد نسبت به زندگی و برداشت اونها از زندگی متفاوته، تأثیر پذیریشون هم از کلام عرفا، شعرا، بزرگان علم و ادب متفاوت مسلمه. و یک غزل در نزد افراد مختلف تأثیر متفاوتی داره، ولی بی تأثیر نیست، یعنی در همه تأثیر گذاره.
به خاطر اینکه یک بیان لطیف آشنایی است که به گوش هر کسی که زمزمه بشه اون تأثیر رو خواهد گذاشت. و اوجش هم به نظر من، البته شعرها در همه جای دنیا هستن و شعر گفته شده به هر زبانی، ولی به نظر من زادگاه اصلی و خواستگاه اصلی شعر در کشور ما بوده و در هیچ جای دنیا به این عظمت، به این هنر پرداخته نشده. ما به جرأت میتونیم بگیم که از نظر شعر و شاعری عالی ترین کلمات و انسانی ترین گفتارها رو به صورت نظم در آوردیم در این مرز و بوم، و مطلبی نبوده که به اون اشاره نشده باشه. یعنی شعرهای ما در تمام زمینه‌هایی که به انسان مربوط می‌شده، به زندگی انسان مربوط می‌شده، مطلب دارن و گفته دارن و به عقیده بنده کامل‌ترینش در کشور ما بوده. این البته از روی این گفته از روی تعصب نیست، بلکه فکر می‌کنم خود دانشمندان و آگاهان و مستشرقین بزرگ هم به این گفته اعتقاد داشته باشند. بعضی از ابیات هست که واقعا به اندازه کتاب ها مطلب رو در بر داره، یعنی یک کتاب کامل اخلاق، یک کتاب کامل عشق، یک کتاب کامل انسانیت در یک مصرع یا در یک بیت می‌بینیم خلاصه شده. و کم نیست این گونه اشعاری که در زبان ما سروده شده و به تا به امروز به دست ما رسیده. این گفته ایم.
یه خود دیگه دقتتون رو بیشتر از این بکنین دیگه بسیار بسیار خوب میشه. خوشنویسی یک هنریه که از خط میشه فهمید که اون کسی که این خط رو نوشته چه جور روحیاتی داره. من استنباط میکردم که اون کسی که این دیوان حافظ رو نوشته بسیار آدم ساده، بیشیل پیله و با صفایی باید باشه. کمابیش تو خوشنویسی که وارد شدم، خب استاد اولم استاد واشقانی بود، از استاد خروش سوال میکردم و توضیحاتی به هم میدادم. خیلی زیاد از روی حافظ استاد خروش من کار میکردم و استاد واشقانی منو خیلی تشویق کرد که بیام خدمت استاد خروش. منتها خب من شهرستان عراق بودم و استاد تهران تشریف داشتن، مشکلاتی بود دبیرستان و بعدش هم دانشگاه، نمیتونستم بیام خدمت استاد. بعد از اینکه دانشگاهم تموم شد و سربازی رفتم، سال 78 من اومدم خدمت استاد. خط ایشون یه طرف و صفا و صمیمیت و اخلاق ایشون واقعا از سال 78 هفته یک بار من میام خدمت استاد، صفا و صمیمیت ایشونه که شاگردها رو از اقصا نقاط کشور میکشونه میاره اینجا. میخوام به این موضوع اشاره بکنم که استاد از جمله افرادی هستن بعقیده من که از همون سالهای ابتدایی به اصطلاح در جریان هنر و مسائل هنری قرار گرفتن، سمت و سوی خودشون رو خیلی خوب تشخیص دادن، افق دیدشون بسیار افق بلندی بوده و همراه با این من احساس میکنم که استاد وجوه مختلف شخصیتی خودشون رو در کنار خط پرورش دادن. حتی اعتقاد من این استش که به مسائل فیزیکی که باید یک هنرمند حتی از نظر جسمی داشته باشه توجه داشتن، به مسائل اخلاقی یقیناً توجه داشتن، به مسائل تکنیکی خط و اینی که هنر خط رو عرض به حضورتون که چجوری شروع بکنن، چجوری ادامه بدن. چون به فرمایش خود استاد میگفت که یک هنرمند سه تا مرحله داره شخصیتش، که اگر این سه مرحله رو درست تشخیص داد احتمالاً به سرمنزل میرسه، اما اگر درست تشخیص نداد احتمال این که به سرمنزل برسه نیست. استاد توی برهه‌ای خب طبعاً شاگرد بودن در نظر مرحوم اسدالحسین میخوانی. من احساس میکنم که اون مقطع شاگردیشون رو خیلی خوب تشخیص دادن، خیلی خوب بهره گرفتن و خیلی خوبم از این مرحله گذر کردن. به یک مرحله رسیدن در خط که خب بخشی استاد و بخشی خودشون، شخصیت خودشون و کار خودشون داخل شده که آثارشون گواه این برهه هم هست. شما میتونید در غور در آثار استاد یک مرحله رو ببینید که خب خیلی نزدیک و خیلی شبیه به استاد حسین مینوشتن تو اون حال و هوا، تو اون شیوه. اما نظر استاد این بود که یک مرحله سومی هم هستش که دیگه شما باید از همه ببری و خودت وارد میدون بشی و خودت رو بروز بدی، که دقیقاً میتونم به جرات بگم استاد این مرحله هم خیلی به موقع و به جا تشخیص دادن. استاد یاد استاد حسین میرخانی بخیر، کلاسشون اولین بار که شما رو زیارت کردم یادم میاد که شما از کلاس خودتون که تمام میشد میامدید خدمت ایشون و آرام پشت سر ایشون میایستادید.
شما کی از ایشون تعلیم گرفتید از استاد؟ یعنی چجوری شد اصلا شما استاد حسین میرخانی رو انتخاب کردید برای؟ من به توسط یکی از همکلاسی های دانشکده زمان دانشکده که ایشون هم دلبستگی و علاقه به خط داشت، یک روز تو خیابان ناصر خسرو تصمیم گرفتیم که به دفتر استاد حسین میرخانی دارالکتابه ایشون بریم و برای اولین بار ایشون رو زیارت بکنیم. اونجا موقع هم استاد تو ناصر خسرو بود؟ بله، دفترشون تو ناصر خسرو بود. رفتیم خدمتشون و ایشون مشغول نوشتن بودن، ما رو به گرمی پذیرفتن. وقتی کارشون تموم شد من درخواست کردم که استاد من میخواستم خدمت شما آموزش ببینم. این سال 40 بود، سال 1340 بود. ایشون گفتن بسیار خوب، من یک کلاسی هست که وابسته به وزارت فرهنگ و هنره به نام کلاس‌های آزاد خوشنویسی، محلش در فلان جاست و شما میتونید فلان روز مراجعه کنید و کلاس بیاید. که دیگه ما مراجعه کردیم به کلاس و آقای زعیمی اون موقع مدیر عامل انجمن بودن، یعنی انجمن که خیر، کلاس‌های آزاد خوشنویسی بودن و ما رو راهنمایی کردن به کلاس استاد میرخانی. عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست، دیرگاه است که از این جام هلالی مستم. یاد استاد سید حسین میرخانی گرامی باد، خدا حفظ کنه، زنده نگهدار استاد عزیزم استاد کیخسرو خروش رو. استاد خروش از خوشنویسان بزرگ معاصر هستند که تقریبا آشنایی من با خط، آشنایی من با جناب استاد بوده در کلاس مرحوم استاد سید حسین میرخانی. بیش از 35 سال هست که ایشون رو من از نزدیک مشهور هستم باشون. در مورد کدوم هنرشون باید صحبت کرد نمیدونم، چون ایشون واقعا هنرهای مختلفی رو به نحو احسن و به عنوان یک هنرمند درجه یک انجام میدن. هنر خوشنویسی، هنر نقاشی و البته هنرهای دیگر، هنرهای وابسته به خط رو بسیار خوب میدونم. اما در مورد خوشنویسیش فکر میکنم که جا داره من صحبتی داشته باشم. ویژگی استاد خروش رو میشه در شیوه خاصشون که خط و خوشنویسی وقتی به مرحوم عماد نستعلیق رسید، خط نستعلیق از خوشنویسان دیگر هم مثل مرحوم کلهور به شاگردانش
از جمله آسد مرتضی برقانی میرسه و از طریق ایشون به دو فرزند برومندشون استاد سید حسین میرخانی که بنیانگذار انجمن خوشنویسان بودن و استاد حسن میرخانی برادر گرامیشون و بعد از این دو استاد جانشین برحق خط نستعلیق استاد خروش هستند. خوشبختانه در هر دوره افرادی بودند که پاسداری میکردن از این هنر، گرچه به صورت انگشت شمار بودن ولی عده زیادی بودن و در هر زمانی بودن، چون هنر خوشنویسی یه هنریست قائمه به فرد دیگه، یعنی در هر زمانی استعدادی وجود داره. البته از دوره قاجار که شکوفایی مجدد این هنر بود، خوشنویسانی بودند، خوشنویسان برجسته بودند که آخرینشون امادالکتاب بوده و در عصر ما، در زمان ما هم خوب میدونید که برادران میرخانی بودند، آقای علی اکبرخان کاوه بود، مرحوم زرنی خط بود. واقعیتیه که من میگم خودم چون توی کار هنری بودم کلن هنرمندا رو دوست دارم کلن، ولیکن ایشون به خاطر خصوصیات اخلاقی که داشتن من ارادت خاصی نسبت به ایشون پیدا کردم و این یه واقعیتیست. به همین دلیلم من برای ازدواجم سعی میکردم که به اصطلاح طوری باشم که باعث این نشم که صد راهی برای کارهای ایشون باشم، فعالیت ایشون باشم، و چون خودم هم علاقه داشتم سعیم واقعا تا اونجا که تونستم کردم که ایشون رو براش یک جایی راحتی آماده بکنم. بله، خوشبختانه از بعد به ازدواجمون من هیچ مشکلی با از نظر خانوادگی نداشتم و در توافق با توافق کامل بودیم همیشه و هیچ مسائل زندگی مانع از ادامه کار من و پرداختن به کارم نبوده تا به امروز. فکر میکنم اینقدر ایشون خوب هستن تو زندگی، من فکر میکنم که اگر خداوند فرشته داره ایشون فرشته شونه یا کسای نظیر ایشون. البته یه مقدارش برمیگرده به خلقیات خود من، چون من اصولا آدم سختگیری نیستم و سعی میکنم که با هر شرایطی خودم رو تطبیق بدم. یک مقدارش مربوط به خلقیات خودم بوده، یک مقدارش به گذشت و همیاری و همدلی
خانمم بوده و کلن میتونم عرض بکنم که خوشبختانه هیچ مشکلی نبوده و هیچ مانعی زندگی ما در راه هنر من ایجاد نکرد. من به سبک رئالیسم خیلی علاقه‌مند بودم. کار رئالیست‌های اروپایی، نقاش‌های روس، اینها رو از جوانی مورد علاقه‌ام بود و همونطور که فرمودید با زمینه‌های سنتی که خودمون داشتیم کار رو شروع کردم و تقریبا میتونم بگم که تشویق و تعالیم استاد هیدریان منو یه مقداری به طرف قلمگذاری آزادتر و نزدیک به مکاتب اروپایی کرد و در کارم سعی میکنم که یه مقدار راحت تر از اون نقاشی سنتی، نقاشی که از زمان مرحوم کمال الملک تا به امروز ادامه پیدا کرده، کار قلمدارتر باشه و یه مقداری ساخت و سازها ساده تر و خلاصه تر باشه. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. استاد، یک یادگاری شما به من دادید که میخوام ببینید این یادگاری. بله، 1336. بله، چند سالتون بود استاد؟ اینجا 13 سال فکر میکنم. نه، 36. شما 16 سالتون. بله. این در واقع اولین پورتری است که از شما بله. به یادگار مونده. به یادگار مونده، بله. من یه مقدار اوقات فراغتم به مطالعه میگذشته. در گذشته بیشتر و در زمان حاضر کمتر. به شعر خیلی علاقه‌مند بودم. قالب دیوان اشعار قدما رو دارم و مطالعه میکردم. به تاریخ خیلی علاقه‌مند بودم. مطالعات زیادی در زمینه تاریخ داشتم. از بزرگ شما که در مقوله عرفان به متون عرفانی خیلی علاقه‌مند بودم، مطالعه می‌کردم. گاهی هم اگر ابزار و لوازم کار مهیا بود، لوازم اولیه کار مهیا بود، به رنگ سازی و مرکب سازی های سنتی برای خوشنویسی می‌پرداختم و اینها رو که مستلزم صرف وقت زیادی بود و زحمات زیادی بود، به هر حال گوشه‌ای از
فراغت منو پر میکرد. من تصور میکنم که اگر با همین زمینه فکری و خمیره و استعداد تولد جدیدی داشته باشم، قهرن رو میارم به همین کار، مگر اینکه در تولد جدید زمینه فکری و استعداد من یه چیز متفاوتی باشه. من اگر حق انتخاب داشته باشم همین رو مجدداً انتخاب خواهم کرد و اون چه که امروز باعث تأسف منه و فکر میکنم که اگر در اون مقاطع زندگی های گذشته اهمالی نمیشد، مسامحه‌ای نمیشد، وقت کشی نمیشد، خب اینها رو با نیروی بهتر، با امید بهتر جبران میکنم و سعی میکنم که به نتیجه مطلوب تری برسم. یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. این هم حکایت زندگی ما بود، زندگی خروشی.